درود. در این برنامه با گروهی آشنا می شویم که نگاه متفاوت دارد به موسیقی اصیل، سازبندی متفاوت، ساز کوبه هم در کار نیست. این شما و این گروه حجاز. از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت منو از پای افکن از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت منو از پای افکن. چرا میزنی چرا میکشی چرا میزنی تو با ناوک مژگان همه خلق جهان را، همه پیر و جوان را، جانم همه پیر و جوان را. تو با ناوک مژگان همه خلق جهان را، همه پیر و جوان را، جانم همه پیر و جوان را. از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت منو از پای افکن. از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت من از پای افکن. سپاس، خیلی قشنگ. دو نفر دیگه هم دست دادن، از 8 فیلم برداری اونجا وایستادن. نه اینکه پوز بدیم، ما گفتیم این اینقدر خاصه اونجا وایستادن کسی نمیداش. خیلی متشکرم بچه‌ها، خیلی عالی بود، سپاس. امروز جان خیلی خوشحال میونم به همتون، همه گروه ما شما رو قبلا دیده بودیم توی گروه های دیگه، دو نفر شما رو بغیر ندیده بودیم که حالا معرفی خواهیم کرد. حتما. اسم گروه حجاز هستیش، ربطی به فامیلیت نداره که اتفاقا. و فکر کنم که دیگه بچه ها اصلا انتخاب کرده خود کنه. چیزی که همیشه برای من جذاب بوده نوع سازبندی شما در آهنگ ها هستش، جوری که هماهنگی سازها هست، جوری که صدا زده میشه،
شاید موسیقی ما یک زمانی این صدا رو اصلا داشته و میشنیدن، زمانی که دوتار مثل دوتار این پرده بندی ها بوده. این نگاه خب به موسیقی خیلی مهمه چون موسیقی اصیل ما چندین تحول مختلف داشته. از جشن هنر شیراز بگیرین، حالا نمیخوام از مشروطه شروع کنی، با جدیدتر بعد زمان انقلاب بود، بعد دوران عرفانی بود یا عرفان زدگی میشه گفت، بعد موسیقی کنسرتیه، بعد موسیقی در خفاست، هزاران شکلای مختلف داشته که این هر کدوم یه حس دیگه رو از موسیقی اصیل معرفی کرده و حتی کنار گذاشته. این یک نگاه دیگه ای که ما رو دنیا امروز ماست، شاید دنیا دنیا مجازی توش هست، همه چی هست. این چه تأثیراتی گرفته از کجاها موسیقی شما؟ ذهن خب آهنگسازها و تنظیم کننده و نوازنده ها دیگه الان فقط موسیقی اصیل یا فقط یه موسیقی کلاسیک، موسیقی دیگه نمیشنه. و همونطور تغذیهشون، همونطور دیدشون، همونطور صحنه‌هایی که می‌بینن یا رفتارهایی که دارن، اینا همه تلفیقی شده. حال تلفیقی لغت خودمون جهانی شده. یک رنگ شده بشه. و الان نمیشه گفت موسیقی مال فقط فلان جاست یا مال فقط فلان جاست. من به نظر من این موسیقیه که درسته استادای ایرانی اجرا میشه، اما واقعا شخصیت خود مردم ایران رو الان داره. خیلی جالب، دیگه ما حرفی برای گفتن نداریم. قسمت بعدی هم یه آهنگیه که محلی هستش و خوشبختانه خانم آیدم دوتار آوردن، درسته؟ و خیلی قشنگ شما دوتار رو میزنید. از خانوادگی تو این دنیا خیر؟ جدی؟ من خانوادم خیلی علاقه من به موسیقی هستن، اما کسی نوازنده به اون صورت نداریم در خانوادم. و ایده آشنایش از یکی از اساتید من به من داده شد و خیلی علاقه من شدم به موسیقی خراسان، و به علت اصالتی که در این موسیقی نهفته هست حس کردم که خیلی ساز غنی میتونه باشه برای اینکه روح منو آروم کنه. و به جرأت من خب سازهای دیگری هم مینوازم، ولی هیچ کدومش به اندازه این موسیقی نمیتونه به من آرامش بده کاملا، چون در روش نواختنش البته خب ستاره هم دیگه الان شکلای همه جور میشه، ولی اون خیلی آزاد بود و خیلی وحشی میگفت. رها میکنه بله. البته شما رو که ما میشناسیم قبلا هم دیدین در برنامه. اصلا شما باعث معرفی یک ساز به من شدین. ساز دلتار رو من به خاطر شما شناختم در برنامه شب یلدا نشون دادین. شما که خوب هستید و در این سبک هم دیگه هم‌آوازی دارید با بقیه بچهای گروه. شما هم که حتی آکورد میزنید در تیکای رو. شما هنرنمایی رو میبینیم. خیلی متشکرم. من دیگه میرم آهنگام خودتون معرفی کنین. دیگه مردم کیف کنن. قربون شما. متشکرم. قطعه بعدی که براتون اجرا میکنیم آهنگ لیلا هست، از قطعات قدیمی فولکلور خراسان، که دوتار هم براتون من در این قطعه مینوازم و دوستان ستار. نازک را میری
سپاس، بسیار خیلی ممنون از شما. منم ظاهر شدم این مابین دودش که هست جنش هم ظاهر شد. حتی اینو بخار ها، بخار بلند شده است. یک عده از اون پشت. خیلی متشکرم بچه‌ها، خیلی ممنون. لوت کردین. خب سازیه که وقتی اومدین من گفتم که تنبک کجاست؟ آره. که شما گفتین که بهها جایگزین ما داریم. آره. و این تقصیر ایشونه اگه شکایتی هست از ایشون برام کنه کوبه نوازا. بسیار جالبه ساز ستاره بم هستش. آره، بم ستار. که شما شو انگشتونو ببینن، چون انگشتون آره اینا حتی انگشت بم هستش. بله. یعنی ناخن رو چسبی که زدین. خیلی جالب. این نگاه به موسیقی چطوری شروع شد؟ چطوری شکل گرفت؟ ببینید ما از سازهای موسیقی ایرانی استفاده میکنیم، ولی صدایی که ایجاد میشه صدایی که شاید از موسیقی دیگه هم شنیده میشه. و این از وقتی شروع شد که من فهمیدم که ستار خیلی قابلیتایی داره، مثل گیتار که بشه روش های هارمونی ایجاد کرد. چرا؟ چون که با زخمی زده نمیشه، با انگوش زده. آره، میشه. خیلی دلیل خیلی واضحش اینه که میشه با پنجه این کار انجام داد. در اینکه سه تا سیم داره و راحت آکوردها رو میتونی تولید کنیم. حتی نافته نموند که ستار میگن در زمان صفویان شگفت، زمانی که موسیقی ممنوع بود و میگفتن اینو میتونن بزنن زیر عبا و جای مختلف. اصلا ستاراش هست. آره. آره که باریکتر کوچیکتر هستش. گروه شما یه گروه گروه خودتونه، گروه جدیده. بله بله، این گروه تازه تاسیسه، فقط برای همین نوع موسیقی و همین تنظیم ها شکل گرفته. حتی شبیهش در موسیقی اصلی ما میشه این سازبندی ها، ولی خب این یه جور صدای راحت تری داره برای ما. در یک جایی حتی به نظر میاد ریتما خارج صداها مخالف میره، ولی این ایجاد کردن اون حسیه که در موسیقی کلاسیک چند صد سال پیش کشفش کردن. بله. حس خشم، حس وحشت، حس دلهوره. ولی ما از رنگ، از ریتم، از آزاد بودن ریتم، از هارمونی استفاده میکنیم برای ایجاد حسای مختلف. متناسب با شعر البته. بله بله، متوجه. و شکستن اون شعر و کلمات و زبون املار خب تحت تاثیر موسیقی غرب میتونه باشه دیگه. بعد نیست. برای چون ما ادعا داریم که موسیقی غرب اصلا از ماست، اصلا فرق نکنه. یه پشتک زد برگشت پیش خودمون. یکی از بچه مشخصهای کار شما سایه دو خواننده با هم هستش. که البته خب برون مرز راحت‌تر شده شده. ولی در مورد این میخواستم از اون بپرسم که چطوریه سوال جواب ها؟ همون روش سنتی همیشگی ماست؟ نه، این کار سوال جوابی که ما داریم انجام میدیم پشتش یه فکری هست. این سوال جواب باعث این میشه که جایی که مخاطب مرد هست خانوم بخونه و جایی که مخاطب خانوم هست یه مرد بخونه. بله، حتی قبلا هم شده مثلا ویگن و مرزی با هم میخوندن. یعنی بوده در ولی خود در موسیقی اصیل سنتی خیلی کمتر هست. و نوع سوال جواب هم خیلی شبیه، باز هم این هارمونیه که هم در صدای سازها شنیدی هم رعایت شده. یعنی دو انگار یک آدمی با یه سایه ازش، یا دو آدم، دو شخصیت در یک آدم، همه اینا میشه تو اون داستانگونه در روش این هماهنگی سازها میشه شنید. حالا ببینید در آهنگ بعدی چه میکنید که حتما بدون شک سوال جواب خواهد بود. بله. قطعه شب مهتاب رو اجرا میکنیم که قطعه‌ای که همتون شنیدید. مست از تو هاش یارش کنی،
خواب است بیدارش کنی، مست است هوشیارش کنی، گوید فلانی اومده، آن یار جانی اومده، اومده حال تو احوال تو، سیه خال تو، سفید روی تو ببیند برود، اومده حال تو احوال تو، سیه موی تو، سفید روی تو ببیند برود. امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خواب طبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خواب طبیبم رو میخوام. کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی می باشد و می باشد و می باشد و می او باشد و حد بر می اومد بر لب فی اومد ساز می گردد و من مستاز ویان. امشب شب مهتاب، حبیبم را میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم را میخوام. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. قطعه بعدی که براتون اجرا میکنیم قطعه مضراب مست هست، از ساخته های آقای حجازی که شعر هم از خود ایشون هست، یکی از کارهای احساسی ما. Hon tore de
پایانی که اجرا می‌کنیم قطعه چندگاه هست که یک سه‌نوازی ستاره. سپاس از گروه حجاز که با ما بودین، متشکرم. از همگی ستارهای شما، حتی بم ستار شما، دوتار شما و صداهای شما و تنظیمهای شما و ساختهای شما و دیگرانی که سالها قبل ساخته بودن. این بود برنامه هفته ما. بدرود. متشکرم.